حکم حبس ابد حمید نوری، شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی است. این بخشی از بیانیه‌ای بود که بیش از 450 فعال مدنی، حقوق بشری و سیاسی ایرانی برای تشکر از سیستم قضایی سوئد منتشر کردند، بعد از اینکه دادگاه استیناف استکهلم اعلام کرد که تایید میکنه حکم دادگاه بدوی رو که برای حمید نوری حکم حبس ابد رو به سه جرم جنایت جنگی، قتل و شکنجه که سال گذشته صادر کرده بود. خب دادگاه استیناف از ژانویه گذشته به درخواست حمید نوری که شکایت کرده بود از رأی دادگاه بدوی استکهلم و دو وکیل جدید گرفته بود، وکیلی که یکی از وکیلای اون آقای بودستروم وزیر دادگستری بوده در سوئد و با در واقع 22 جلسه علنی و بقیه جلسات فیلم های دادگاه بدوی توسط قاضی دادگاه استیناف بررسی می شد. بارها وکیل های حمید نوری به این اشاره داشتن که این دادگاه بدوی نتونست شاهد و شاکیانی رو از ایران به دادگاه فرا بخونه. برای این دادگاه صلاحیت در واقع رسیدگی به کسی رو که در داخل ایران مرتکب جرم شده نداره، اما دادگاه استیناف اینگونه تشخیص نداد و حکم حبس ابد حمید نوری رو تایید کرد. یک ساعت و نیم پیش اینجا در دادگاه استیناف وکیل در واقع شاکی ها اینجا حضور داشتن، هر چهار وکیل، و این حکم به صورت کتبی به دست اونها رسید و اونها بعد از حدود یکی دو دقیقه که اون رو خوندن، خوشحالی خودشون نسبت به کسانی که اینجا اومده بودن، جمعیت زیادی از ایرانیان از گروه های مختلف اینجا اومده بودن، نشون دادن که حکم حبس ابد توسط دادگاه استیناف برای حمید نوری صادر شده. روزهای گذشته خب واکنش های مختلفی نسبت به این دادگاه بود. خیلی ها مطمئن بودن که دادگاه استیناف این حکم رو تایید میکنه که امروز شاهد این بودیم که این گونه شد.